نقلت صحيفه لو پاريزيان الفرنسيه عن مصادر امنيه لو پاريزيان به نقل از منابع امنیتی لبنان گزارش داده اسرائیل از طریق یک جاسوس ایرانی به اطلاعات حساسی مربوط به مکان حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در حومه جنوبی بیروت پیش از ترور دست یافته لوپاریزیان نوشته اینکه یک عامل ایرانی توانسته به حلقه داخلی حزب الله نفوذ کند و اطلاعات دقیقی از تحرکات نصر الله به دست آورد بسیار جالب است این روزنامه همچنین نوشته نصرالله در زمان ترور در خودروی خود به همراه عباس نیلفروشان جانشین فرمانده سپاه قدس در لبنان حضور داشت و در لحظه ترور در عمق سیمتری متری زیر زمین بوده. محمد علی الحسینی دبر کل شورای اسلامی عرب چند روز پیش از کشته شدن نصرالله به او توصیه کرده بود مراقب ایران باشد زیرا ایران او را فروخته است الحسینی روز گذشته تایید کرد جمهوری اسلامی در ازای دریافت مجوز شناخته شدن به عنوان یک کشور هسته‌ای اطلاعات طلایی شامل مختصات دقیق مکان و زمان حضور نصرالله را در اختیار جاسوسان قرار داده او همچنین گفت جامعه شیعه دیگر به ایران اعتماد ندارد الحسینی گفته خامنه ای حاکم واقعی جمهوری اسلامی نیست و ایران توسط یک دولت زیرزمینی متشکل از افرادی اداره می شود که برای بقای رژیم مشتاق برقراری روابط خارجی هستند. او تاکید کرد هر کس جانشین نصرالله شود اطلاعات همه افراد را افشا کرده و رهبران حزب الله در وضعیت امنیتی قرار دارند. شبکه سینن هم گزارش شد پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب الله به ویژه کشته شدن حسن نصرالله این گروه شبه نظامی دیگر قادر به پاسخگویی قوی نیست به گزارش این شبکه حزب الله به دو دلیل اصلی تضعیف شده نخستان که تقریبا تمامی رهبران آن کشته شدند و این موضوع ساختار رهبری را دچار هرج و کرده است دلیل دوم حملات هوایی شدید اسرائیل است که به تضعیف زیرساختهای عملیاتی حزب الله انجامیده یورونیوس هم گزارش داده اسرائیل به دلیل نگرانی فزاینده از حمله زمینی از جنوب لبنان نیروهای خود را در مرز شمالی این کشور مستقر کرده است هناك ايضا ضعف كبير في الهيكليه التشغيلية للحزب. مي فرحات، بيروت